آهنگ جدید و سیاسی و اعتراضی تتلو با همکاری اردلان تومه، رضا پیشرو و بهار آتیش. با ما تو این ویدیو همراه باشید، یه بررسی جزئیات و حواشی این آهنگ رو انجام میدیم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. هفته قبل امیر تتلو اولین همکاریش با پوریا پوتک رو انجام داد و یه آهنگ 4 نفره سیاسی رو به همراه پیشرو، پوتک و بهار آتیش منتشر کرد که انقلاب صلح نام داشت. الان بعد از حدود 1 هفته آهنگ دوم سیاسیش رو به نام چطوری میشه منتشر کرد، با همون تیم قبلی، فقط با این تفاوت که به جای پوریا پوتک این بار اردلان تومه حضور داشت. شاید اسم اردلان تومه رو طرفدارای جدیدتر امیر تتلو نشنیده باشن، ولی خب میشه گفت بیشترین فیت و همکاری رو تتلو توی کارنامه موسیقیش با اردلان تومه داشته و سالهای اولیه فعالیتش بیشتر آهنگهاش رو با اردلان تومه منتشر میکرد. ولی خب بعد از آهنگ الو و اختلافاتی که بین این دو تا دوست قدیمی اتفاق افتاد، همکاری جدیدی نداشتن و تقریبا ارتباطی رو هم با هم نداشتن و الان نزدیک به 10 سال میشه که این دو دوست قدیمی با هم دیگه کار مشترکی رو ارائه ندادن. البته اردلان تومه بعد از اون اتفاق هم زیاد فعالیت نداشت و کلا شاید تو این 10 سال اخیر 10 تا ترک هم منتشر نکرده و الان هم چند سالی هستش که آهنگ جدیدی رو منتشر نکرد و توی خارج از کشور زندگی میکرد و به قول خودش تحصیل و کار میکرد. الان بعد از مدت‌ها اردلان توبه با موسیقی بازگشته و یه بازگشت مجدد رو به این مارکت داشته. تتلو دیشب اعلام کرد که کنسرتش هم قرار نیست برگزار بشه، ولی قراره توی یکی از پارک‌های بزرگ ترکیه توی تاریخ 28 مهر ماه تجمع اعتراضی بزرگ رو انجام بدن و قراره بزرگترین تجمع اعتراضی ایرانی‌ها توی خارج از کشور باشه. توی این آهنگ جدید هم که تتلو منتشر کرده در انتهاش درباره این تجمع اعتراضی صحبت شده و مردم رو دعوت کردن که چه داخل استانبول هستن و چه شهرهای دیگه ترکیه هستن به این تجمع بیان و یه تجمع باشکوه رو برگزار بکنن. احتمالاً امیر تتلو توی این تجمع آهنگهایی رو هم که توی این 2 هفته اخیر خونده قراره با طرفداراش همخوانی بکنه. لینک آهنگ جدید امیر تتلو رو توی قسمت دیسکریپشن قرار دادم. برای حمایت از تتلو میتونید این ویدیو رو از کانال خود تتلو تماشا بکنید. حتما نظرتونم راجع به این آهنگ توی بخش کامنت ها برای ما بنویسید. یادتونم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.